فوتبال ایران با برگزاری مجمع عادی فدراسیون فوتبال وارد مرحله جدیدی شد. اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود امروز در مورد انتخابی و یا انتصابی بودن نواب رئیس فدراسیون تصمیم بگیرند، این رأی‌گیری را به برگزاری مجمع آینده در دی ماه موکول کردند. مجمع عمومی فدراسیون جهت اصلاح و تغییر اساسنامه فدراسیون 13 نفر را برگزیده تا با تشکیل جلساتی تا دی ماه آینده نظر کارشناسی خودش را برای تغییرات در این اساسنامه به مجمع ارائه بده. بدین ترتیب و طبق گفته رئیس فدراسیون فوتبال، مجمع انتخاباتی این فدراسیون که قرار بود برای تعیین جانشین آقای کفاشیان دی ماه سال جاری برگزار بشه، به تعویق خواهد افتاد و علی کفاشیان کماکان رئیس خواهد ماند. همینک فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن با ماست. با سلام و وقت بخیر به شما در شهر کاسل آلمان. آقای غریب، موضوع تعویق مجمع انتخابات رئیس فدراسیون، تقاضای آقای کفاشیان برای انتصابی کردن نواب رئیس به جای انتخاباتی بودن سمت‌های آقایان مهدی تاج، عزیز محمدی و خانم فریده شجاعی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بله، با سلام به شما و همه شنوندگان ورزشی برنامه شما. این هم اضافه بکنم که آقای کفاشیان گفته آقای امادی با اصلاح اساسنامه قصد داریم که از فروپاشی فدراسیون جلوگیری کنیم. بله، شما اشاره کردین. من فکر میکنم که رأی‌گیری و انتخابات و انتخاب کردن در ایران یه معنای دیگه پیدا کرده و اونهایی که در رأس امور هستن میخوان که اون افراد که خودشون انتظار دارن انتخاب بشن. من باید اینجا بگم که اگه اختلافی نباشه یه جای کار ایراد داره. پیشرفت از برخورد سلیقه‌ها به وجود میاد. باید حرف طرف مقابل رو بشنوید شماها که احیانا زد و بند و خطایی به وجود نیاد. همین یه دست بودن باعث شده، همین یه دست بودن آقای صحبت‌های آقای کفاشیان رو من عرض می‌کنم که باید یه دست باشه، باعث شده که در اقتصاد ما شاهد این گونه اختلاف‌های کلان باشیم. من یادتون باشه حدود 4-5 سال پیش آقای امادی فیفا فوتبال ایران رو به خاطر همین مسائل تعلیق کرد و یه کمیته‌ای که خودش درست کرد گذاشت مدت‌ها امور فوتبال ایران رو گردوندن. من فکر می‌کنم که اینها قصد دارن که خودشون بیشتر وارد فوتبال بشن، اون سیاسیون می‌خوان دخالت بکنن، ولی الان اینها این تصمیمات رو می‌گیرن و بعد که فیفا فشار بیاره میگن خب ما اشتباه کردیم. از حالا که اون موقع خیلی دیره، بسیاری از کارهای ورزش به همین گونه داره اداره میشه. البته شما اشاره کردین به این افراد، به این 13 نفر، من در این لیست اسامی آدم‌هایی رو می‌بینم که خودشون در سال‌ها خاک این فوتبال ایران رو خوردن و متخصص هستند، اما باید حتما انتخابی باشه، باید رأی‌گیری باشه که به تایید فیفا و AFC برسه و من فکر می‌کنم با AFC هم این فوتبال مشکل خواهد داشت. با نگاهی به اعضای تشکیل دهنده این مجمع، اینطور به نظر میرسه که رؤسای هیئت فوتبال استان‌ها که همگی انتصابی هستند، مدیران عامل باشگاه لیگ برتر لیگ دسته اول که توسط اعضای هیئت رئیسه انتصابی باشگاه معرفی میشن و نماینده سازمان‌ها و نهادهای دولتی، حالا با اصلاح اساسنامه هم تو که اشاره کردید انتصابی شدن سه نایب رئیس فدراسیون، همه ارکان فوتبال دولتی خواهند بود. آیا ایران در حال دور زدن قوانین فیفا است و یا فیفا از این مسائل مطلع میشه و این اساسنامه جدید رو تایید نخواهد کرد؟ اینها ظاهرا قصدشون این نیست که دور بزنن، میخوان این کار رو حتما انجام بدن. اصلا اینا فکر میکنن که بله، حالا من این دور زدن رو آقای امادی اگر اصلاح بکنم، اینا میخوان این کار رو بکنن و بعد بگن که این انتخابات بوده. ببینید، هرچند که این الان اسما آقای علی فتح‌الله زاده، آقای دهکردی در خوزستان، آقای علیرضا رحیمی در اصفهان، ابرگوی نژاد همینجور، یا آقای امیر آبدینی، آقای علی فتح‌الله، اینها خاک فوتبال خوردن، اینا الان هم دارن کار میکنن، اما گفتم عرض کردم که ما AFC و فیفا رو باید قانع بکنیم که این از مجرای قانونی انجام شده این کار، و اگر اینها نتونن این رو ثابت کنن، آقای امادی، من فکر میکنم که، اگر من آدم خوشبینی هستم، ولی فکر میکنم که با این همه خوشبینی به مشکل بر بخورن. آقای غریب، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. در مورد آقای محمد عباسی، وزیر ورزش جوانان، میخوام سوال ازتون بکنم. ایشون خواستار ریاست مجمع تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم شدن. بله، چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، آقای عباسی امروز این حرف رو زده و گفته که اسامی و اعضای هیئت مدیره پرسپولیس و استقلال فردا معرفی میشه. من میگم آقای امادی، این آقای به آقای وزیر عرض میکنم با کمال احترام که خیلی دیره، بعد از اینکه پرسپولیس رو یکی دو سال به یه آدمی سپردن که هیچ تخصصی نداشت در فوتبال و این پرسپولیس رو به این روز انداخت، فکر میکنم که همین امشب این باید کارش برکنار بشه و طرفداران 20-25 میلیونی استقلال
استقلال و پرسپولیس رو این آقای وزیر باید در مد نظر داشته باشه، افرادی رو در جمع هیئت مدیره انتخاب بکنه که اینها متخصص باشن و بتونن هوادار رو با کارهای تخصصی، با آوردن مربیایی که تاثیرگذار باشن بتونن کار بکنن. همین الان اگر آقای فتح‌الله زاده هم از باشگاه استقلال منها بکنید، هرچند که آقای پرویز مظلومی یک مربی بزرگی، استقلال هم با این مشکلات روبرو خواهد شد و من فکر می‌کنم هر چه زودتر باید این حواشی از گرد این فوتبال و این دوتا تیم بره. خیلی ممنونم، متشکرم آقای فریدبرز غریب که از شهر کاسل